سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن انترتینمنت خوش اومد. من و کوثر از هم جدا شدیم، رابطمون دیگه تموم شده. یعنی آریا کوکسر به همراه میا پلیز یکی از اولین یوتیوبرهای کامیونیتی ایرانه که به شدت هم محبوب و طرفدارای خیلی زیادی به خصوص بین تینیجرها داره. آریا رحمتی، معروف به آریا کوکسر، متولد 1375 از شهر تهرانه ولی اصالتی اصفهانی داره. این یوتیوبر اولین بار کار خودش رو توی سال 1396 شروع کرد و تا کنون بیش از 450,000 دنبال کننده توی یوتیوب داره. آریا کوکسر زندگی پرفراز و نشیبی داشته و موفقیتش یه شبه به دست نیومده. با توجه به علاقه زیاد آریا به گیم، اولین بار برادرش پارسالیب که یکی از رپرهای معروف ایرانیه به اون پیشنهاد ساخت ویدیو گیمینگ و انتشارش رو توی یوتیوب داد و این ایده برادرش باعث شروع کار آریا کوکسر توی یوتیوب شد. آریا کوکسر به همراه برادرش پارسالیب و دوست دختر سابقش تاکسیگر یا همون کوثر توی ترکیه زندگی میکنن و خیلی از ویدیوهاشون با همدیگه ساخته میشه و گروهی به اسم تکبا دارن که توی خیلی از ویدیوها با همدیگه حضور دارن و طرفدارانشون هم اونا رو با همدیگه دوست داشتن و دنبال میکردن. با شروع اعتراضات مردمی توی ایران به مرگ مهسا امینی، خیلی از یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی کانال و حساب خودشون رو به حالت تعلیق درآوردن و روتین تولید برنامه‌شون رو دیگه انجام ندادن و شروع به حمایت از اعتراضات مردمی کردن. این موضوع در رابطه با گروه تکبا و به خصوص آریا کوکسر و پارسالیب و تاکسی گرم صادق بود و اونا از شروع اعتراضات مردمی دیگه هیچ ویدیویی برای چندی ماه توی کانال یوتیوبشون قرار ندادن و توی اینستاگرام هم شروع به حمایت از اعتراضات مردمی و پوشش خبرهای مربوط به اون کردن. در ابتدا آریا کوکسر و تاکسیگر کاملا همصدا و در یک جهت داشتن از اعتراضات مردمی توی ایران حمایت میکردن و به نظرم هیچ مشکلی وجود نداشت، اما با گذشت زمان حکومت شروع به تهدید آریا کوکسر و تاکسیگر کرد. این تهدیدها به اندازه‌ای بود که در نهایت اونا کانال یوتیوب آریا کوکسر رو هک کردن و حساب‌های اینستاگرامی آریا و تاکسیگر هم کاملا بسته شد و دیگه قابل استفاده نبود. چنل من هک شده بود و نمیدونم چه جوری واقعا، ولی الان اوکی شده. هر ویدیویی آپلود شده بعد از The Last of Us بدونید که من یا ادیتورام یا هیچ کدوم آپلود نکردیم و همش حاوی لینک های ویروسی بوده، پس حواستون جمع کنید. الان دیلیت شده ولی دیگه فکر نکنم قرار، امیدوارم دیگه آپلود نشه. در صورت گفتم که بدونید، اینم از این همینو که هم داشتیم واقعا. بعد از گذشت چندین ماه از فعالیت نکردن آریا کوکسر و تاکسیگر توی یوتیوب، آریا به ناگهان یه ویدیوی جدید توی کانالش آپلود کرده که توی اون در رابطه با اعتراضات مردمی و تمام اتفاقاتی که این مدت براش افتاده توضیح میده. در اواخر اون ویدیو اما آریا کوکسر کاملا علنی اعلام میکنه که رابطهش با تاکسیگر و کوثر تموم شده و این کات کردن هم در همون اوایل اعتراضات مردمی انجام شده و مدت خیلی زیادی از اون گذشته. این خبر برای طرفدارای هر دوتاشون به شدت شوکه کننده بود و با وجود اینکه نظرات مختلفی در رابطه با این کات کردن وجود داشت، اما اکثر طرفداراشون با این کاری که انجام شده کاملا مخالف بودن و اون رو یک تصمیم نادرست میدونستن. آریا توی ویدیوی جدیدش در رابطه با دلیل این جدایی توضیح خیلی زیادی نداده و فقط گفته که این موضوع قطعیه و اونا در کمال صلح از همدیگه جدا شدن و برای کوثر آرزوی موفقیت و خوشبختی داره. موضوع آخری که میخواستم با صحبت کنم و گفتم که دیگه شاید الان تایمش باشه و بعد از خودم بشنوید، اینه که من و کوثر از هم جدا شدیم، رابطمون دیگه تموم شده. یعنی خیلی فکر می‌کردم ما زن و شوهر بودیم، زن و شوهر نبود، مثل دو تا انسان بالغ تموم شده و هنوزم تا ابد من برای کوثر احترام قائلم. برای دلیل این جدایی فرضیه‌های مختلفی میتونه وجود داشته باشه که یکی از اونها منطقاً خیانت آریا و یا تاکسیگرله.
اما با توجه به شواهد دیگه این فرضیه تقریبا رد میشه که یکی از اون شواهد اینه که این موضوع دقیقا با شروع اعتراضات مردمی اتفاق افتاد. دلیل این جدایی به احتمال زیاد اختلاف نظر اونا در رابطه با نحوه حمایت از اعتراضات مردمیه و به دلیل تهدیدهایی که حکومت هر دوتای اونها رو میکرد و به خصوص آریاک اوکسر احتمالاً این اختلاف نظرها بالا گرفته و در نهایت منجر به جدایی اونا از همدیگه شده. با وجود این که این خبر رسماً از سمت آریاک اوکسر اعلام شد، اما تاکسیکگر توی ویدیوی اخیرش که توی کانالش آپلود کرده هیچ صحبتی در رابطه با این موضوع نکرده. با این حال باید منتظر بود تا اطلاعات دقیق تری از سمت خودشون در رابطه با این جدایی و دلایلش بیان بشه، اما به احتمال خیلی زیاد اونا دیگه به رابطه با همدیگه بر نخواهند گشت. و بنابراین یکی از موفق ترین زوجهای یوتیوبر در حال حاضر دیگه با هم فعالیت نخواهند داشت و طرفدارانشون باید با این موضوع کنار بیان و کم کم بهش عادت بکنن. همچنین گروه تکبا که خیلی از طرفدارا اون رو یکی از موفق ترین گروهای یوتیوبری میدونستن، بدون تاکسیکگر معلوم نیست که چه بلایی سرش بیاد و شاید اون گروه هم دیگه هیچ وقت با هم دیگه به این شکل ویدیویی تولید نکنن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما توی کامنت ها نظرتون رو در رابطه با جدایی آریاک اوکسر و کوثر بهم بگین.